درود میفرستم ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران. با سلام به همه شرکت کنندگان در جلسه، متاسفم که امکان حضور در نشست شما رو نداشتم و به هر رو از این فرصت استفاده می کنم چند ملاحظه ای رو که به گمانم چه برای اتحاد جمهوری خواهان ایران و چه کل جامعه جمهوری خواه و اپوزیسیون به گمان من از اهمیت برخورداره رو به حال مطرح کرده باشم و در میون گذاشته باشم. من از این نکته مایلم شروع بکنم که به گمان من یک سیاست ورزی دموکراتیک و مؤثر بر سه پایه استواره. اولش تولید امیده. بنابراین سیاستی که بخواد بر یک بدبینی مطلق استوار باشه و فقط معایب حرکت‌های اجتماعی یا اپوزیسیون رو ببینه، این برای انتقاد به عنوان روشنفکری یا جامعه شناسی یا به هر حال صاحب نظران فکری اهمیت کلیدی داره برای نظریه انتقادی، ولی حزب سیاسی، جریان سیاسی که فقط با بدبینی ها سر و کار داشته باشه و قادر به تولید امید برای آینده نباشه، قطعا این با یک مشکل روبرو میشه، قدرت بسیج اجتماعی نخواهد داشت. بنابراین به نظر من بسیار مهمه به رغم همه اختلافات، همه دشواری ها، مسئله تولید امید برای تغییر رو به عنوان یک محور جدی سیاست ورزی در نظر بگیریم. همه ما به رغم همه اختلافات و دشواری هایی که در شرایط سیاسی کنونی با اون روبرو هستیم، به خصوص یورش اسلامگرایی سیاسی، بنیادگرایی سیاسی در کل منطقه و فضایی که عروج بنیادگرایان اسلامی در خود ایران، عروج دوباره نو بنیادگرایی اسلامی که نوعی تحت فشار قرار داده جنبش های اجتماعی رو و از جمله اپوزیسیون رو و نوعی یأس و ناامیدی رو ایجاد کرده. این یأس واقعی است، باید بهش توجه کرد، اما تسلیم اون نباید شد. سیاست ورزی که نقطه عزیمتش یأس و ناامیدی باشه هرگز قادر نخواهد بود که اثرگذاری اجتماعی جدی داشته باشه. نکته دوم به گمان من شفاف بودن در سیاست. شفاف بودن در سیاست به معنای عبارت پردازی نیست، به معنای تندروی نیست، ولی اگر ما جایگاه اجتماعی سیاسی خودمون رو تعیین نکنیم به عنوان جامعه جمهوری خواه، این ما و بخوایم در تمام صحنه ها حضور داشته باشیم، بازیگر همه صحنه های سیاست باشیم، به یک معنی به گمان من بازیگر هیچ صحنه ای نخواهیم بود و فقط به عنوان دنبالچه های سیاسی، در واقع بازیگران سیاسی صحنه شناخته خواهیم شد. از این نظر تأکید من اینه که جامعه جمهوری خواه و از جمله اتحاد جمهوری خواهان ایران جا داره که این شفافیت سیاسی رو به نوعی ترسیم بکنن. گاه نوع رابطه با اصلاح طلبان دینی در ایران و گاه حتی نوع برخورد به نظام ولایت فقیه این شایبه رو به طور جدی ایجاد کرده که جایگاه سیاسی اتحاد جمهوری خواهان یا این یا آن بخش نیروی اپوزیسیون آیا واقعا یک نیروی اپوزیسیون سکولار و مستقله و یا اینکه صرفا به عنوان یک نیروی پشتیبان خارج از کشور شناخته میشه. تأکید من اینه شفافیت سیاسی به معنای صرفا تعارض آفریدن نیست، اما این شفافیت سیاسی کلیدی است برای سیاست ورزی که قدرت بسیج داشته باشه. سوم اینکه هر نوع سیاست ورزی که به گمان من به مخاطب اجتماعی خودش فکر نکنه، نگران مخاطب اجتماعی خودش نباشه و قادر نباشه با اونا یک ارتباط قابل اعتماد تولید بکنه، این سیاست ورزی شکست خواهد خورد. ما نمیتونیم اگر نیروی جمهوری خواه و سکولار هستیم مثلا زبانمون با زبان اصلاح طلبان دینی یکی بشه برای اینکه میخوایم تعارض نیافرینیم. من تردید ندارم در صحنه سیاسی ما هر کسی که فکر کنه در ایران اصلا تحول سیاسی میتونه با دور زدن اصلاح طلبان دینی به عنوان یک نیروی مؤثر سیاسی صورت بگیره، نوعی خامندیشی است، نوعی خوشخیالی است. اما از اینکه ما یک روابطی همسویی هایی با نیروهای اصلاح طلب دینی در پیکار علیه نظام ولایت فقیه خواهیم داشت، به این همان بودن زبان و یا این همان بودن سیاست ها و یا اصولا این همانی در رفتار سیاسی منجر بشه، به گمان من اعتماد سیاسی در میان مخاطبان
جمهوری رو از بین میبره، به خصوص که ما نیروی جمهوری خواستار جدایی دین از دولت هستیم و از این نظر هر نوع رفتار سیاسی که این مخاطب اجتماعی رو در واقع به نوعی بی اعتماد بکنه مانع از این میشه که جمهوری خواهان به رغم پتانسیل قدرتمندشون یک نیروی درخور اجتماعی باشن. بنابراین من خواستم ابتدا اشاره کنم تولید امید، شفافیت سیاسی و به اصطلاح تلاش برای پایگاه اجتماعی درخور خود رو پیدا کردن سه محور کلیدی هر نوع سیاست ورزی دموکراتیست و از جمله برای جامعه جمهوری خواه که به گمان من بخشی از دموکراتیک ترین رو تشکیل میده. اما تا آنجا که به جامعه اپوزیسیون و به خصوص دوستان اتحاد جمهوری خواهان برمیگرده، به گرایش هایی در این اتحاد جمهوری خواهان وجود داره که سیاست ورزی اتحاد جمهوری خواهان رو بیشتر با تلاش برای تغییر در رفتار رهبری سعی میکنه توضیح بده. اینو سیاست ورزی به هر حال بخش از افکاری است که در جامعه هم وجود داره، اما به نظر من سوال کلیدی اینجاست: آیا ما به عنوان یک نیروی اپوزیسیون میخواییم رفتار بکنیم، یا نیرویی که به نوعی ارشاد سیاست رهبری رو کارپایه خودمون قرار داریم؟ اون نوع سیاست به گمان من نه تنها نشان داده تا حالا پاسخگو نبوده، سیاستی که اصولا نوعی تغییر رفتار رهبری رو مبنا قرار داده، بلکه لطمه زده به ویژگی و خصلت اپوزیسیونالی بخش از جامعه جمهوری خواه. دقیق تر بگم، من به هیچ وجه مخالف، شخصا به عنوان یک جمهوری خواه مخالف تلاش برای وادار کردن به تغییر رفتار حتی رهبری حکومت هم نیستم، اما سوال اینجاست این کار از طریق فشار صورت میگیره یا از طریق ارشاد صورت میگیره؟ اتخاذ سیاستی که ارشاد رو مبنای کار قرار داده به گمان من بیش از آن که کمک کرده باشه به این تغییر رفتار رهبری، نوعی میتونه مشروعیت آفرینی برای اقتدار مطلقه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی بیافرینه و نوعی لطمه بزنه به خصلت اپوزیسیونالی ما، اینکه ما مسالمت آمیز میاندیشیم، اینکه پراگماتیست باید باشیم، اینکه میبایست به تعادل قدرت نگاه کنیم، همش واقعیت هایی غیر قابل انکار. اما خصلت اپوزیسیونالی خصلت انتقادی است، خصلت نیروی فشار برای تغییره. به گمان من اتخاذ سیاستی که جامعه جمهوری خواه رو به عنوان یک نیروی فشار برای تغییر مبنای کار خودش قرار بده، هم از منظر رفتار دموکراتیک در جامعه ایران مؤثرتر هست، هم از زاویه تأمین اعتماد سیاسی، و هم اگر تحمیل عقب نشینی به حکومت میسر باشه که غیر ممکن هم نیست، به نظر من نقش فشار کلیدی تری است، خیلی کلیدی تره تا نقش به اصطلاح ارشاد و یا دیالوگ حتی با به اصطلاح مظاهر اقتدار رهبری. از این نظر فکر میکنم یک چالش جدی که در میان بخش جامعه جمهوری خواه و از جمله اتحاد جمهوری خواهان داره مسئله شفافیت بخشیدن به این که کدام سیاست رو مبنا قرار داد باید داد، اعمال فشار و یا سیاست شادی. نکته یعنی رابطه بسلابان یک بحث سیاسی، به گمان من ما در این زمینه با دو تا به نوعی تندروی یا افراد و تفرید روبرویم. برخی اصولا فکر میکنن میشه تحول سیاسی در جامعه رو به خاطر اینکه ما نیروی سکولار دموکرات هست و جمهوری خواه هستیم با دور زدن و یا از اون بدتر رفتار خصمانه با اصلاح طلبان همراه کرد. برخی فکر میکنن که اگر ما به هر حال همسویی هایی، همکاری هایی و روابطی با نیروهای اصلاح طلب دینی هم به ناگزیر خواهیم داشت در گذار از استبداد دینی در ایران، این به معنای سیاست انتگریسیون حل شدن و مستحیل شدن باشه. من مایلم به دو تا مثال کوچک اشاره کنم. در جامعه انگلیس یک نیروی سیاسی نظیر حزب تروتسکیستی که آقای تونی کلیف رهبری اون رو بر عهده داشتن، همواره با سیاست اینتگراسیون در حزب کارگر خودشون رو منحل می‌کردن، یعنی در اونجا حضور داشتن و مایل بودن از اون طریق اثرگذاری کنن. طبیعتاً هرچه پایه اجتماعی شما محدودتر باشه، سیاست اینتگراسیون سیاست مثبت‌تری است. بنابراین این درسته که اگر شما نیروی اجتماعی جدی نیستید، تلاش برای اثرگذاری بر اصلاح طلبان و نوعی رابطه یک سره
همکاری با اونها اساس سیاست رو بر تشکیل بده. اما ما در جامعه نظیر سوئد مثلا حزب چپ رو داریم که با سوسیال دموکرات ها همکاری میکنن، اما یک هویت مستقل دارن و قدرت اثرگذاری خودشون رو از این سیاست مستقل و در این حال همسویی و همکاری جذب میکنن. یک سیاست اینتگراسیون میتونه اصولا موضوعیت حزب چپ سوئد رو مثلا بی‌معنا کنه. من این دو مثال رو زدم برای اینکه صریح گفته باشم جامعه جمهوری خواه ایران به گمان من قطعا با نیروهای اصلاح طلب دینی و سایر نیروها رابطه های اجتماعی به اصطلاح تنظیم شده ای رو باید داشته باشه. فکر این که اینا رو میشه یک سر دور زد به نظر من خامی محضه، اونم تو شرایط نابرابری قدرت در ایران. اما سیاستی که بخشی از جامعه اپوزیسیون و از جمله به گمان من پاره از دوستان در اتحاد جمهوری خان دنبال میکنن و یا این شایبه رو ایجاد میکنن، نوعی سیاست اینتگراسیون، نوعی مستحیل شدن در اوناست. در نتیجه این امر به قوام یافتن جامعه جمهوری خواه به عنوان یک قطب مستقل به گمان من لطمه میزنه و هویت سیاسی اون رو به نوعی دستخوش بحران میکنه و بیشتر به یک نوع شکاف در خود جامعه جمهوری خواه منجر میشه. از این نظر به استنباط من بسیار مهمه که توی این تنظیم رفتار ما به این مسئله گرهی دقت بکنیم که اگر تلاشمون رو برای وحدت قطب جمهوری خواهان که خواستار جدایی دین از دولت هستن و روش مسالمت آمیز تکیه میکنن پافشاری بکنیم و استراتژی تحول طلبی رو در برابر استراتژی سرنگونی طلبی قهری و یا اصلاح طلبی در داخل نظام جایگزین بکنیم، به نظر من اعتبار بیشتری برای جامعه جمهوری خواه و در واقع این قطب ایجاد میکنیم و زمینه همکاری و ایجاد قطب بزرگ جمهوری خواهی که مطمئنم آماج همه ما هست رو یا بخش مهمی از ما هست رو افزایش میدیم. نکته دیگر این که جنبش های اجتماعی یکی از اون موضوعاتی است که جامعه اپوزیسیون باید خودش رو به طور جدی با اون درگیر کنه. من نگران اینم که بخشی از جامعه جمهوری خواه و از جمله بخشی از دوستان ما در اتحاد جمهوری خواه ایران و یا خارج از اون بیشتر دماسنج سیاسیشون نگاه کردن به تحولات در قدرت سیاسی بسیار مهمه. شکاف ها رو شناختن، به اون واکنش نشون دادن، اما تقلیل مسئله به اینکه به نوعی ما قفلت از جنبش های اجتماعی پیدا کنیم، این اون یک نیروی اجتماعی داشته باشیم، این خطر رو در بر خواهد داشت که اساس هست و نیست خودمون رو، هویت خودمون رو، اعتبار خودمون رو در گروی پیوندمون به اصطلاح با نظام، قدرت و یا جناحی از اون تعریف بکنیم. برعکس فکر میکنم هرچی رو کرده ما به جنبش های اجتماعی، زنان، کارگری، جوانان، دانشجویان، روشنفکران، جنبش های اتنیک بیشتر بشه، این قدرت ما رو در حتی دیالوگ با جریان‌های دیگر افزایش خواهد داد و از یک موضع برتر و معتبرتر در واقع قرار خواهد داد. من نگران اینم که اگر ما توجه به جنبش‌های اجتماعی رو چندان موضوع کار اصلی خودمون قرار ندیم و بیشتر فقط شکاف‌های درون حکومت رو رصد کنیم، این دیر یا زود فقط خود این جریان جمهوری خواه رو فاقد هویت، فاقد اثرگذاری خواهد کرد. نکته آخر مسئله به نظر من سبک کاره. سبک کارهای این که به اصطلاح سازمانیابی هایی که نوعی خودش رو متمرکز کرده، از بالا کرده و در واقع به نوعی به صدور رهنمون و راهنمایی یا صدور احکام اعلامیه خلاصه کرده، به راستی باعث شده در هیچ یک از جنبش های زنده اجتماعی ردپای جامعه جمهوری خواه اونطور که باید و شاید مؤثر نباشه، فعال نباشه و چشمگیر نباشه و این طبیعتاً هم میتونه ما رو منزوی تر بکنه، کوچکتر کنه. کمان که اگر نگاه بکنی چه جمهوری خواهان لایق و دموکرات، چه اتحاد جمهوری خواهان ایران، چه بسیاری از نیروهای دیگر در واقع در میان این چند سال اخیر به شدت آب رفتن، کوچک شدن. فقط این نیست که سیاستشون خیلی رادیکال بوده یا خیلی معتدل بوده. به نظر من ما نیازمند یک تعامل، یک بازگشتی
و یک نوع بررسی انتقادی تر نسبت به این مجموعه کارنامه، چه در زمینه برخورد با حاکمیت، چه در زمینه وحدت با دیگر نیروهای جمهوری خواه، چه در برخورد به جنبش های اجتماعی. و این نگاه انتقادی به گمان من شرط یک نوع تجدید حیات هست. به استنباط من یک بازنگری دوباره در این زمینه ها میتونه یاری برسونه که ما هم به طور جدی قطب بزرگ جمهوری خواه رو، جا خواهان رو بتونیم مؤثرتر براش تلاش بکنیم، هم از این موقعیت آسیب پذیر خودمون و بحرانی خودمون در بیاییم. من برای کنگره شما آرزو میکنم که با توجه به نکاتی که پیش روی دستور خودش قرار داده و شاید پاره از این ملاحظاتی که عنوان کردم، بتونن به سهم خودشون اتحاد جمهوری خواهان ایران به عنوان یک نیروی مؤثر جمهوری خواه جامعه ایران پا به پا و در کنار و در همیاری با دیگر نیروهای جمهوری خواه بتونن آن اعتبار واقعی که جامعه جمهوری خواه ایران به عنوان بالقوه ترین نیروی دموکراتیک معتبر و در واقع عقلانی در جامعه با اون روبرو هست، این موقعیت رو به سهم خودشون ادای سهم بکنن و جامعه ایران با یک اپوزیسیون قدرتمند جمهوری خواه، سکولار، تحول خواه و مسالمت آمیز روبرو باشه که بتونه نقش کلیدی پیدا بکنه در عقب راندن بنیادگرایی اسلامی. آرزوی موفقیت میکنم برای گرد همایی و همایش ششم اتحاد جمهوری خواهان ایران و با آرزوی دستاوردهای بزرگتر و گسترش همکاری بین کل جامعه جمهوری خواه ایران.